سلام بینندگان شبکه آسیای مرکزی 3 فوریه برنامه خبری امروز است. فیروز حیات هستم و برنامه را از سرخط خبرها شروع میکنیم. اینک توجه کنید. چین در حال حاضر آنها را رها نمیکند. اعتراض دانشجویان تاجیک از منع بازگشت به وطن. بستری کردن 285 نفر که از چین به تاجیکستان برگشتند. تبلیغ اخوان المسلمین ای بی اعلان کرده پرکراتورای جنرالی بدلیر شریپوف روزنامه‌نگاری تاجیک. ابلاوا سر 6 کمیسر حربی را خورد. اعتراف مقامات به جلب اجباری جوانان به ارتش. 25 تن از دانشجویان تاجیک قرار بود توسط روسیه از چین به وطن بازگردد به هواپیما راه نیافتند. منی پرواز محصلین تاجیک صبح 2 فوریه در فرودگاه شهر سیانی چین رخ داده است. در واکنش به رد اجازه پرواز دانشجویان تاجیک با دیگر دانشجویان از کشورهای آسیای مرکزی با سر دادن شیار ما به خانه برگشتن میخواهیم در فرودگاه شهر سیانی چین اعتراض کردند. نیزامیدین خوجابکوف یکی از این دانشجویان در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفته است هر کدامی آنها با مبلغ بیش از 1000 دلاری چیپته خریده بودند ولی ماموران فرودگاه مانع ورودی آنها به داخل هواپیما شدند. هرچند با همین خط سیر به ما بلیت فروخته بودند ولی این هواپیما تنها شهروندان روسیه را برد. ما حالا پول چیپته امون را هم گرفته نمیتوانیم. برای همین اعتراض کردیم. ماموران فرودگاه گفتند که شرکت هواپیمایی روسیه انتقال دانشجویان را رد کرده است. با گفته دانشجوی تاجیک هواپیما تنها شهروندان روسیه را برد و از بردن شهروندان کشورهای آسیای مرکزی خودداری کرد. معلوم نیست که با وجود فروختن چیپته با کدام سبب این شرکت از بردن دانشجویان خودداری کرده است. فعلا در اکثر شهرهای چین برای پیشگیری از گرفتاری با ویروس نو کارانتین اعلان شده و مؤسسه‌های تعلیمی تعطیل شدند. در همین حال دانشجویان تاجیک گفتند که تلاش‌های آنها برای خارج شدن از چین در یک هفته اخیر به نتیجه است. پیشتر از این تلاش دانشجویان برای پرواز از مسیر سیان سئول تاشکند به دلیل لغو پرواز هواپیما به نتیجه ماند. هنوز در فرودگاه هستیم. برای سلامتی خود باید زودتر از اینجا براییم. این سحر پرواز کردن نتوانستیم. حالا باز به سمت گوانژو مسکو چیپ تخریدیم. دانشجویان تاجیک میگویند زندگی در چین سخت‌تر شده است. پیدا کردن نقاب برای احتیاط از سرایت ویروس نو آسان نیست و مغازه‌های خوراکواری نیز درست کار نمی‌کنند. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که شهروندان تاجیکستان را در چین رویخط کردند و بیرون آوردن شهروندان از چین کمک می‌رسانند. فعلا معلوم نیست که مقامات برای بیرون کردن شهروندان از چین چی برنامه‌ای را روی دست دارد. مقامات تاجیکستان هم ادعا دارد که نظارت در مرز با چین را شدت بخشیدند و افرادی که وارد کشور می شود تحت معاینه قرار می گیرد. مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز از ساکنان خواستند که در اوج پهن شدن ویروس خطرناک نو در چین از سفر به آن کشور خودداری کنند. وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داده بود که در ووهان مرکز کشف ویروس نو حال حاضر 43 دانشجوی تاجیک ماندند. 18 نفر دیگر چند پیش برای تعطیل به کشور آمدند. مقامات تاجیک میگویند در بین شهروندان تاجیکستان حادثه مبتلا شدن به ویروس کرونا ثبت نشده است. چین همسایه هممرز و یکی از منبعهای واردات محصولات ساختمانی، خوراک و اشیاء دیگر به تاجیکستان است. شهروندان خارجی پس از گسترش کرونا ویروس در چین که تا حال بیش از 500 نفر فوت دیدند و هزاران تن دیگر را گرفتار کرده است، تلاش دارند این کشور را ترک کنند. همزمان وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرده است که در حال حاضر 285 نفری که از چین به تاجیکستان آمدند زیر معاینه پزشکان قرار دارند. اینها شخصانی میباشند که از نیمه های ماه ینور تا امروز از چین وارد تاجیکستان شدند. اکثر آنها شهروندان تاجیکستانند ولی در میان آنها شهروندان چین نیز هستند. میرحمودین کمالزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 3 فوریه به رسانه‌ها گفته است که بیشتر این افراد دانشجویان، تاجران و کارمندان شرکت‌های چینی میباشند. این مقام وزارت تندرستی افزوده است که این افراد مدت 14 روز در بیمارخانه‌های سرایتی نگهداری میشوند و در این مدت آنها با کسی تماس مستقیم نخواهند داشت و در حالت آشکار شدن نشانه‌های ویروس در حجره‌های علیحدہ معالجه می‌گیرند.
گفته شده است که این افراد در بیمارستان های دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب و ناحیه های اطراف پایتخت زیر معاینه طبیبان قرار دارند. خبرنگاری آزادی بر پایه مشاهده هایش گفته است که بیمارستان سیرویتی دوشنبه واقع در محله زرفشان تحت نظارت مقامات قدرتی قرار دارند. مقامات وزارت تندرستی گفتند بیماران دیگر سیرویتی را در بیمارستان های دیگر سیرویتی قبول میکنند و این شفاخانه در حالت قرنطینه قرار دارد و تنها افرادی از چین آمده بیستری کرده شدند. همین گونه یک نفر با ایده ها با ما نویش که دوستش دانشجو از چین بوده، حالا در بیمارستان است و آنها را از فرودگاه شناسنامه‌هایشان را گرفته گفتند برای نیم ساعت با معاینه میبرند، اما وقتی آنها را به بیمارخانه آوردند مثل در کنسلگر محکم کردند و گفتند اگر بعد 14 روز کسی زنده مان چوره‌اش را میبینیم، اگر نه پس حواله‌اشان به خدا. این در حالی است که با نقل دوستی دانشجوش هیچ کدام از آنها بیمار نیست و در 4 فرودگاه از معاینه گذشتند. نمیدونیم چی کار کنیم، اینجا مثل زندان است، گفته است دوستی دانشجویش. حتی نفری که از ما خواست به خانه اش رود، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی او را لت و کوب کرده بردند و تا حال از آن خبری نیست. ما در تشویشیم که حالی ما چی میشود، گفته است یکی از دانشجویانی در معاینه قرار داشته. در درآمدگاه این بیمارستان فهرست افراد بیستری شده آویزان کرده شده است. نزدیکان آنها تنها از طبیبان نوبتدار در مورد پیوندانشان معلومات دریافت میکنند. چین همسایه کشور و هممرز و یکی از منبع های واردات محصولات ساختمانی، خوراک و اشیاء دیگر به تاجیکستان است. شماره قربانیان و گرفتاران به ویروس نو در چین حالا رو به افزایش است. در حال حاضر بیش از 17000 نفر در آن کشور به این ویروس مبتلا شده، شماره جان باختگان بیش از 500 نفر است. دوامی سالهای 2013-2019 زیاده از 200 مطلب و مقاله های دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی را نشر نموده است که با برانگیختن کینه و عداوت دینی مذهبی و ترغیب برتری یک قسم شهروندان نسبت به قسمت دیگر از نگاه منسوبیت دینی روانه شده است. این یکی از عیب های است که پراکراتورای جنرالی تاجیکستان بدلر شریپوف اعلان کرده است. در اجرایت پراکراتورای جنرالی همچنین قید شده است که از جمله ماهی ایونی سال 2019 شریپوف دلر رساله را با تعداد 100 عدد به طور غیر قانونی در چاپخانه پنهانی انتشار ساخته است. رساله طبق خلاصه تشخیص دینشناسی در حاشیه کانسپسیای جریان اخوان المسلمین برادران مسلمان که در اکثر کشورهای جهان تشکیلات تروریستی اعتراف گشته است، تهیه گردیده به مایل ساختن جوانان به مفکوره جهادی نگرانیده شده است. اینچونین آنها را برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی دعوت می نماید. در ادامه اظهارات گفته شده است که از این لحاظ و با نظر داشتی بر الان موجود بودن ترکیب جنایتی برانگیختن و کینه و عداوت دینی در حرکتهای شریپوف دلیر عبدمنانویچ 28 ینوری سال 2020 نسبت به نام برده با علامتهای قسمی یکی ماده 189 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، با قرار سودی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه از 30 ینوری سال 2020 او به حبس گرفته شد و تفتیشات ادامه دارد. در ماده مذکور جزای محدود کردن از آزادی به مهلت تا 5 سال یا محروم ساختن از آزادی به همین مهلت پیش بینی شده است. در همین حال درخواست ادوکات های دلیر شریپوف روزنامه‌نگار مستقل تاجیک از دادگاه درخواست کردند که در جریان تفتیشات او را رها کنند، زیرا جنایتی که به آن عیبدار می شود برای جامعه خوفناک محسوب نمی شود. شریپوف را ادوکات ها از مرکز مستقل حفظ حقوق انسان بر عهده گرفتند، اما آنها تعهدنامه سپردند که از جزئیات تفتیشات خبر نمی دهند. در همین حال سازمان های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در خارج و داخل از مقامات دعوت کردند که به قضیه منصفانه برخورد کنند. انجمن ملی و سایت اخباری عامه مستقل تاجیکستان از جمله این سازمان هاست. کنگره خبرنگاران و بلاگنگاران تاجیک، یک سازمان مستقر در اروپا باشد، از مقامات تاجیکستان آزادی این خبرنگار شناخته را طلب کرده است. دلیر شریپوف را 28 ینوار کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه شاهمنصور برای بازپرسی دعوت کردند. او 29 ینوار برای ادامه بازپرسی به بینای مرکزی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان انتقال داده شد و روز 30 ینوار با گمان برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و دینی او را 2 ماه به حبس گرفتند. این در حالی است که طبق نوشته سامانه پیام وضع سلامتی دلیر در سیزا بد شده است و که قبلا بیماری قلب داشته است، این بیماری در بازداشتگاه موقتی خروج کرده است و به قول منبع دلیر حالا به یاری طبی دسترسی ندارد.
یادآور میشویم که دلیر شریپوف بر پایه اظهارات پراکراتور جنرالی با اتهامات عیبدار میشود که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود. دوام سالهای 2013 تا 2019 سه مرتبه در سالهای 2014 2016 و 2019 قانون عفو قبول و تطبیق گردید. حالا خواهیم دید که آن نسبت دلیر هم تطبیق خواهد شد یا خیر. فعالیت کمیسریت های حربی در سال گذشته ناکافی و غیر قناعت بخش ارزیابی شده است. عظیم ابراهیم معاون سروزیر تاجیکستان که در جلسه وزارت مدافع نتیجه دعوت تیرماهی به ارتش را بررسی میکرد گفت که کمبود و نقصان در کار مسئولان ارتش زیاد است. خبر خبرگزاری رسمی تاجیکستان هم رابطه به این نوشته است که شش کمیسر حربی ولایت سوخت، ختلان، شهر دوشنبه، شهر وحدت، ناحیه شاهمنصور و ناحیه شغنان بنابر جای داشتن کمبودی های جدی در فعالیت های خدمتیشان و سبب های دیگر از وظیفه های اشغال نمودهشان آزاد کرده شدند. ادامه موضوع از طرف همکارم. با در نظر داشت تحلیل های گزارانده معاون سروزیری کشور نتیجه فعالیت کمیسریت های حربی شهر و ناحیه ها را در دعوت تیرماهی سال 2019 ناکفایت بهادهی نمود. عظیم ابراهیم تاکید داشته است که با وجود پیش از مهلت اجرا گردیدن دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی، اصول طرز و صفت کارهای انجام داده در این سمت به طلبات جوابگو نبود. بر پایه این خبر همچنین نسبت به 34 کمیسری حربی و کارمندان کمیسریت ها از جمله به کمیسران حربی شهر خوجند ناحیه باباجان غفوروف، سرداران شعبه های دعوت و تیاری جوانان به خدمت حربی، کمیسریت های حربی شهر ناحیه های خوجند، اصفهان، باباجان غفوروف، سپیدامین، کوشانیان، وحدت، حصار و رودکی جزاهای انتظامی تطبیق کرده شده است. همچنین سپارش داده شد که بنابر سبب راه دادن به بعضی کمبودی ها در رفت معرکه دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی نسبت به کمیسران حربی یک قطار شهر ناحیه ها مثل پنجکند، کنیبادان، واسه، کلاب و حصار، سینا، فردوسی و اسماعیل سامونی از پایتخت و دیگر ناحیه ها تدبیرهای ضروری دخلدار اندیشیده شود. معاون سروزیر از فعالیت کمیسیون های طبی نیز ارادهای جدی گرفته، با طرز احاطه‌گری یعنی ابلا و جلب نمودن جوانان را به صفی قواهای مسلح یک عمل نامطلوب نامید. در این خبر یک نقطه باعث بحث است که عظیم ابراهیم معاون سروزیر یا عمدن و یا نادانسته گفته است که مهلت دعوت تیرماهی سری وقت اجرا شد. در اصل امسال از سالهای دشوارترین برای جلب جوانان به ارتش بود. از اینجا بود که نوبسته از آن که مهلت دعوت از 1 اکتبر تا 3 نوامبر مقرر شده است، معرکه سربازگیری را تا 10 دکبر تمدید کردند. و دیگر هم این است که روند ابلا و تا رئیس جمهور آگاهی دارند، چونکه شاید از هزاران یک یا دو نفر از جوانهای اختیاری و با خواهش خود به عسکری بروند، باقی مانده حتما که توسط ابلا و جلب میشوند. خبر خبرگزاری دولتی تاجیکستان از قول بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان نوشته است که در صورت نادرست گذاشتن ماشین هایشان روز جمعه در راه از 58 تا 116 سومانی جریمه خواهند شد. اکبر قربانزاده سردار شعبه تشویقات و ترغیبات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در صحبت با این خبرگزاری گفته است رانندگان بیشتر در ساعت های برگزاری نماز جمعه ماشین هایشان را نادرست توقف میکنند که این به حرکت دیگر واسطه های نقلیات خلل میرساند. همزمان این خبرگزاری نوشته است که در شهر دوشنبه در 38 مسجد نماز جمعه برگزار می شود و صدها نفر برای نماز می روند. طبق اطلاع کمیته دین، تنظیم انعنا و جشن و مراسم تاجیکستان در کشور بیش از 3000 مسجد ثبت شده است که در 375 مسجد نماز جمعه دایر می شود. اما هشداری بازرسی دولتی اتومبیلی در حال بر مقابل نمازگزاران صدا می دهد که کارشناسان این تصمیم را یک مانعه و فشار نوبتی مقامات تاجیکستان بالای مسلمان های کشور می حسابند. زیرا وقت شرایط درست برای توقف ماشین ها موجود نیست، همچنین دستور خلاف منطق است، میگویند این کارشناسان. از طرف دیگر تعیین جریمه با ماشین نمازگزاران کارمند گئی را بیشتر با گرفتن رشوه حریص میسازد، بخصوص که در تعیین حجم جریمه یک رقم ثابت ذکر نشده است. مقامات قصد دارد با این وسیله شمار نمازخوان ها در مساجد را کاهش بدهد و با این وسیله از تجمع شهروندان جلوگیری کند، اگر که حتی برای عبادت هم جمع آمده باشند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید. اگر مطلب و پیشنهاد دارید می توانید طریق پشت الکترونی و پیامک رسان های تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با ما بفرستید. رقم برای تماس 48 519 767 404. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.